خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. بخشودگی جرایم اقامتی هنوز به نتیجه نرسیده. امروز با اداره مهاجرت صحبت کردیم و گفتن قانونش هنوز ابلاغ نشده. بهترین زمان ثبت نام برای قرنطینه خانگی هم یک روز قبل از پروازه که تست PCRتون اعتبار داشته باشه و ورود به اکثر اداره های دولتی هم قرار نیازمند به تست باشه. تست آنتیژن 3 روز و تست PCR 7 روز اعتبار داره. و خبر خوب این که بالاخره بعد از ماها کانال یوتیوب کتاب صوتی رادیو قبرس به نام ویکی گویا راه اندازی شد. کتاب های خوبی رو داریم صوتی میکنیم و قطعا نیاز به حمایت همه شما خوبان هست. سابسکرایب کنید، کامنت بدید و بگید چه کتابهایی رو دوست دارید و دوستانی هم که علاقمند به خوانش کتاب هستن با ما در ارتباط باشن و ما حتما به کمکشون نیاز داریم. ویکی گویا یادتون نره. جمال اوزئیت رئیس حزب دموکراسی عمومی به انتقاد از ارسین تاتار پرداخته و گفته آقای تاتار زمانی که مطلبی رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذاره و همچنین زمانی که با مطبوعات دنیا صحبت میکنه باعث شرمندگی ما میشه. ایشون در صحبت‌های اخیر خودش ما رو نجات پرست جلوه داده. رئیس دانشگاه تهران از جان باختن حدود 24 استاد و 5 دانشجوی این دانشگاه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از آغاز شیوع این بیماری فراگیر خبر داده. دوش دریا نماینده حزب جمهوری خواه ترک با اشاره به اینکه حمایت دولت از پرداخت حق بیمه حذف خواهد شد گفته دولت ضرر ناشی از پاندمی رو با کسب و کارها و کارمندها جبران میکنه. تکلیف حداقل دستمزدها هنوز مشخص نیست و مردم به دلیل کاهش ارزش لیر ترکیه هر روز فقیرتر میشن. تنها چیزی که دولت نگرانش نیست کشوره. در بزرگترین سرقتی که تاکنون در دنیای فایننس روی داده، هکرها حدود 600 میلیون دلار رمز ارز رو دزدیدن. پلی نتورک که سرقت ازش انجام شده در توییتر اعلام کرده 10,000 نفر از این سرقت متضرر شدن. با تصمیم شورای وزیران قبرس شمالی تابعیت این کشور به 6 نفر دیگه اعطا شد. این 6 نفر یا در کودکی به قبرس شمالی اومده بودن و یا در این کشور متولد شدن و بزرگ شدن. شورای وزیران پیش از این هم در 14 جولای به 18 نفر و در 3 آگوست به 10 نفر تابعیت قبرس شمالی رو اعطا کرده بود. حدوداً در طول 1 ماه اخیر 34 نفر تابعیت قبرس شمالی رو کسب کردند و گفته میشه پس از روی کار اومدن دولت جدید در سال جاری حدود 4000 نفر موفق به اخذ تابعیت قبرس شمالی شدند. البته اخذ تابعیت روند پیچیده‌ای داره و همینطوری به هر کسی نمیدن و تا چند روز آینده شرایط کاملش رو بررسی میکنیم و براتون باز میکنیم تا خدایی نکرده سوء استفاده ای نشه. دکتر بولنت دیزدارلی پزشک ارشد بیمارستان دولتی لفکوشا که در روزهای اخیر به طور داوطلبانه در مرکز واکسیناسیون اوزیالچان کار میکنه اظهار کرده که 2 روز قطعی برق باعث توقف انجام واکسیناسیون و تست PCR از مراجعین شده. 42,541 نفر بیماران جدید مبتلا به کرونا در ایران و متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 536 نفر از هموطنان عزیزمون را از دست دادیم. و حرف آخر این که همون روزی که واکسن خارجی ممنوع شد، همون روزی که الگوی مهار کرونا شدیم تو دنیا، میشد حد زد که یه روزی فراخوان بدن به تاکسیدارا برای جابجایی مرده ها، قحطی کاور و تابوت بیاد برای جنازه ها، واکسن ها رو که زدن هیچ، آروغ بعد غذاشون هم زدن و حالا وا مصیبت ها سر دادن که نکنه تو محرم حسینی ها خالی بمونه. تصویر واقعی اینه. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستی. تا دیداری دوباره شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.